یکی از آباشای معروف مشهد بود که چندین سال قبل در پرونده یه درگیری مسلحانه که به قتل انجامید دستگیر شد و به تحمل زندان و حبس محکوم شد. اما او به بهانه بیماری از زندان مرخصی گرفت و فرار کرد. از سال 1380 تا 1390 با اقدامات مجرمانه از قبیل قتل، نزاع دست جمعی، برهم زدن نظم و امنیت عمومی، گوشبری و کور کردن، موجبات ترس و وحشت شهروندان را فراهم کرده بود. او همچنین در فروش مواد و سرقت هم چندین سابقه داره. اهل محله بلوار دوم یا تبرسی مشهد بود و سرکرده باند مخوفی از ارازل و اوباش بود. بهش میگفتن جنگی و شرور و رنجر زندان وکیل آباد. یکی به زن و دعوایی بود و شرارت از سر و روش میبارید. 5 سال متواری و تحت تعقیب بود تا اینکه سال 1395 بالاخره دستگیر شد. نامش علی شاهی، سرکرده باند مخوف مشهد بود. سلام دوستان، به کانال آدم بزها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یک کنارش رو هم بزنید. اعضای این باند شرارت و ناامنی که اوایل مرداد 1390 با حمله به یک منزل مسکونی 5 تن رو به رگبار بسته بودن توسط ماموران پلیس دستگیر شدن. آخرین شرارت های اعضای این باند اواخر تیر همون سال در مشهد هنگامی آغاز شد که گروهی از باند علی شاهی با عده دیگه ای بعد از برگزاری یک مجلس عروسی بر اثر اختلافات قبلی درگیر شدند. در این درگیری که تعداد زیادی از جوونا با قمه، شمشیر، چماق و چاقو به جون هم افتاده بودند، عده ای مجروح شدند که یکی از مجروحان این حادثه علی شاهی بود که توسط اورژانس به بیمارستان مشهد منتقل شد. اما این درگیری ها با حمله یک گروه دیگه و تعدادی از طرفداران علی شاهی به بیمارستان کشیده شد که اونها ضمن به هم ریختن بیمارستان و شکستن شیشه های بخش اورژانس به نزاع ادامه دادند که در اونجا افرادی از جمله کادر پرستاری و درمانی بیمارستان نیز مجروح شدند. درگیری این افراد بعد از ترخیص از بیمارستان هم به انتقام کشیده شد. علی شاهی و نوچه هاش که در اندیشه انتقام سنگینی از طرف مقابل نزاع بودند، ساعت 2 بامداد همون شب به سمت منزلی که تعدادی از طرفهای مقابل دعوا در اون بودند حرکت میکنند. اونها ابتدا 2 زن را اجیر میکنند و به منزلی که طرفهای نزا در اون حضور داشتند فرستادند و خودشون در اطراف اون منزل واقع در خیابان دریای دوم منتظر اجرای نقشه شوم خودشون موندند. تا اینکه مقدمات حمله به منزل فراهم شد و ناگهان چند نفر که مسلح به اسلحه کلاشنیکوف و کلت کمری بودند وارد منزل میشن و مسلم باقرزاده معروف به میراس اسلحه را روی رگبار قرار میده و شلیک میکنه. در پی شلیک های مداوم اون 2 جوان حدود 23 و 24 ساله با اصابت گلوله غرق در خون میشن و در محل به قتل رسیدن و 3 تن دیگه نیز که نیمه جان بودند به گوشه ای افتادند و نقشه بر زمین شدند. ضاربان مسلح بعد از این اقدام جنایتکارانه که در نیمه های شب موجب ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان شده بود فرار کردند. با اعلام ماجرای تیراندازی و قتل، ماموران کلانتری تبرسی شمالی خودشون رو به محل رسوندند و تعدادی از طرفای نزاع و همچنین 2 زن مذکور رو دستگیر کردند. ماموران اورژانس نیز مجروحان خونین این حادثه را به بیمارستان منتقل کردند، اما از یکی از مجروحان خبری نبود. دستگیری ضاربان فراری این پرونده که از مجرمان خطرناک و مسلح بودند به طور ویژه در دستور کار نیروهای انتظامی قرار گرفت و این پرونده برای پیگیری به پلیس عملیات ویژه مشهد سپرده شد. با به دست آوردن سرنخ‌های مهمی از ضاربان، ماموران اطلاع پیدا کردند ضاربان فراری قصد اجاره یک منزل مسکونی را دارند که اونها با پیگیری‌های پلیسی موفق شدند 2 تن از عاملان اصلی را داخل یک دستگاه پژو پارس که مسروقه بوده در بلوار فرامرز عباسی شناسایی کنند. ماموران انتظامی در یک اقدام غافلگیرانه و با شلیک به خودرو و ضاربان اونها را به محاصره درآوردند و قبل از اون که بتونن دست به سلاحایی که داخل خودرو بود ببرند، دستبندهای قانون بر دستشون گره خورد و به پلیس عملیات ویژه منتقل شدند. علی شاهی سرکرده این باند بعد از دستگیری گفته بود: از حدود 1.5 سال قبل که از زندان آزاد شدم، دست از اعمال خلاف برداشته بودم، اما من یه فرد سابقه دار هستم و نمیتونستم کاری بکنم. اگه اونها تو مجلس عروسی منو زخمی نمی کردن، من هم لات بازی نمی کردم.
اون روز حدود 17 نفر صد راه هم شدن و همه جای بدنم رو زخمی کردن. علی شاهی که طبق گفته پلیس سرکرده این باند خلافکاری و قتل بود، گفته بود 36 سال سن دارم و متأهل هستم. مدعی بود دیپلم ردیه و سال 1383 ازدواج کرده. دارای یه فرزند 4 ساله و یه فرزند 6 ماهه بود. علاقه ای به درس نداشت و به همین دلیل ترک تحصیل کرد و به شغل قالیبافی روی آورد. از سال 1375 چندین بار به علت نزاع و درگیری دستگیر شد که از اون سال تا کنون در مجموع 13 سال از عمرش رو در زندان سپری کرد. اما حدود 1.5 سال قبل آخرین بار از زندان آزاد شد. کار خلافی نکرد، اما در همین مدت هم هر کسی مشکلی براش به وجود می اومد اسم اون رو اعتراف می کرد. خودش گفته بود همه می دونن که من نه دوز هستم نه مال خر، اما اگه کسی کسر مال بیاره به دلیل ناراحتی که از من داره باز هم منو اعتراف می کنه. قدیم اگه کسی بعد از آزادی از زندان آدم می شد و دنبال زندگی خودش می رفت، مردم دستشو می گرفتن، اما ما چنین توقعی نداریم. اون روز 4 تا جوون که هنوز فرق دست راست و چپ خودشونو نمیدونن چنان چاقویی در بدنم فرو کردن که زخمای عمیقی به وجود آورده بود. علی شاهی در حالی که آثار ضربات و خراشیدگی های روی بدنش رو نشون میداد گفت اینا رو ببینید، 4 تا جوجه منو به این روز انداختن. من 20 ساله که لات و دعواییم، اما هیچ وقت این گونه چاقو نمیزنم. اونا منو تحریک کردن که امروز به این روز افتادم. اما اگه قرار گذشته من ملاک عمل باشه، پس زندگی نکردن من بهتر از اونه که زنده باشم. من قبلا گندلات مشهد بودم و هر جای شهر اسم منو می آوردیم می شناختن. اما من از شکم مادر با شمشیر زاده نشدم، قاتلم به دنیا نیومدم. اصلا ما چیز اضافه‌ای برای اجتماع هستیم، چرا که هر جا جرمی اتفاق می افته اول سراغ ما میان. اما به دنبال کم کردن جرم نیستم، فقط میگن این آقا رو دستبند بزن. او در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسیده بود اهالی محل میگفتند بعد از ارتکاب جنایت دوباره به محل برگشتی و گفتی که من 17 گلوله دیگه کنار گذاشتم تا طرفای مقابل رو به قتل برسونم، گفت مردم شایعه درست میکنن، اگه به حرف مردم گوش کنی نباید حتی غذا بخوری. اون روز من اسلحه نداشتم، میراث گلوله ها رو با کلاشنیکوف شلیک کرد. مشکل ما با کسی بود که از گردن کلفتای منطقه است. اون روز هم قتل رو به گردن من انداختن ولی تبرئه شدم. همین اواخر به سمت من تیراندازی کردن، اما کسی پیگیری نکرد، ولی تا کنون از کسی شکایت نکردم. توی نزاع و درگیری با یکی از اراذل مشهد هم چشم اون رو توی دعوا کور کردم، اما 1 سال حبس کشیدم و دیش رو هم پرداخت کردم. بعد از ماجرای تیراندازی و قتل هم که 2 نفر کشته شدن، من فرار نکردم و اصلا قصد فرار نداشتم. اونقدر موقعیت داشتم که بتونم در همون 3 روز اول از کشور برم. ولی شما بگید اگه منو اعدام کردن کار درست میشه؟ بقیه رو چه کار میکنن؟ باید به دنبال ریشه های این گونه جرایم و این گونه افراد مجرم بگردین. زدن شاخ و برگ ها فایده ای نداره. ارتکاب جرم تاوان داره. قرار نیست ما کسی رو بکشیم و ما رو رها کنن. من جرم کردم، پای اون هم ایستادم. اصلا هم الان پشیمون نیستم. اما علی شاهی در سال 1395 به بهونه بیماری از زندان وکیل‌آباد مشهد فرار کرد و چندین سال به صورت مخفیانه زندگی کرد تا اینکه مجدداً دستگیر و روانه زندان شد. اما با گذروندن چندین سال حبس و با قرار وثیقه و رضایت از شوکات چند سالی از زندان آزاد شده. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.